سه دو یک سلو، خوش اومدین به کانال تو ام تی. یعنی جریان چیه؟ بعضی وقتا میکشی سلو رو، بعضی وقتا نمیکشی سلو. با من نمیدونم چی کار کنم. یه سری ها میگن اه چرا اینجوری میگی، انقدر نکش فلان و اینا. منم سر میکنم وسط رو بگیرم. یه سری ها میگن که نه، حتی من توی اینستام که استوری میذارم مثلا مینویسم سلام علیکم، میان دایرکت میدن که مثل خودت سلام کن، بگو سلو. سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ این برنامه یعنی برنامه کسایی که میخوان سر در بیارن چه خبره و داستان چی و ما چی جوریم و مال فضولاست. نه اصلا هم اینجوری نیست. از اونجایی که من خیلی توی اینستام کوئسشن باکس میذارم و خیلی از این کار میکنم که مثلا با فالوورام حرف میزنم، جعبه سوال منظورشه، ترجیح دادم که اون سوالایی که خیلی مربوط به من و محمد میشه رو توی این برنامه بهتون جواب بدیم. یعنی دوتایی، فقط من، نه من و محمد. متوجه شدین؟ یا نه من و محمد. بچه ها همین الان لایک کنید. میدونم ویدیو رو هنوز ندیدید، ولی برای اینکه ما حمایت کنید ویدیو رو لایک کنید. کامنت هم یادتون نره بگید تنین این سلو رو بکشه یا نه. آها این نکته رو هم بگم، این کوئسشن باکس مال اینستاگرام بود، یعنی بچه‌هایی که تو اینستا ما رو دارن تونستن این سوالا رو بپرسن. خب یه سری از بچه‌ها هم ندارن ما رو تو اینستاگرام. اینستاگراممون الان میاد روی صفحه، اگه دوست داشتید فالو بکنید. و اگر هم شما سوالی دارید که توی اینستاگرام ندیدید این کوئسشن باکس رو، تو کامنت ها بپرسید، ما همه رو میخونیم، جواب میدیم همه رو. همه. خب بریم سراغ اولین سوال و بیشترین سوال و بهترین سوال و سوال و اینکه ما بارها این سوال رو جواب دادیم. چجوری با هم آشنا شدید؟ خب این سوالی بود که 130 دفعه تقریبا ما تو 170 تا برنامه جواب دادیم. اولین بار که من رفتم خونه تنینا، من با داداش تنین دوست بودم، ما هنرستان بودیم، یعنی همون دبیرستان. تنین 12 سالش بود یا 10 سالش؟ 10 سالش. 10 سالش بود اولین بار من تنین دیدم. دندون ارتودنسی یک چیز عجق مجقی. بعد محمد و آرمین و مهیار، من نشستم جلوی ماشین، مامانم راننده بود و این ستا رو رسوندیم تا یه جایی در همین حد. من نمیدونم کی گفتم عمو. اولین بار مهیارم بود که ما رفتیم خونه دادش تنین و اونجا دیدمش رو، که اتفاقی هم نیفتاد. گذشت تا چندین، تا چند سال، تا 8 سال بعد که من دوباره با دوست دخترم این دفعه رفتم خونه تنین. با دوست دخترم رفتم خونه شون، بعد دیدمش عاشقش شدم. عجب آشقالی هم من. مهیار و سپیده هم بودن. مهیار و سپیده بودن. ما سه نفر با دوست دختر من رفتیم خونه تعینا. من تعینا اونجا دیدم که من فکر نمی‌کردم اصلا منظوری داشته باشه. چرا منظوری داشتم اتفاقا؟ آخه دوست دخترش اونجا بود. بعد از تو بگو. تو نه تو بگو. بگو نه من زر نزنم بگو. بعد دیگه از اونجا شروع شد و دیگه داداش تنین هر وقت به من میگفت بیا خونه، من با کله میدویدم که برم تنین رو ببینم. چه اتفاقی افتاد که ما رابطه دوستیمون شکل گرفت؟ آرمین یه گروه توی تلگرام درست کرد که ما همونجا با هم صحبت میکردیم و همینجوری. همون شب ساعت 2:30 محمد توی پیوی به من پیام داد و چی گفت؟ اول شروع کرد خودش به من گفت. چی گفت؟ نمک ریختن و اینا. بعد برگشت گفت یه چیزی میخوام بهت بگم. من گفتم خب بگو، ابدا داره. گفت نه صبر میکنم تا موقعش بشه. همینجوری من حرف زدم و فلان و اینا. آخر سر گفتش که چتمونو پاک کن و به آرمین نگو که من بهت پیام دادم. اوه 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 من عرق میریختم از خجالت و اینکه نکنه اتفاق قرار بیفته که برادر من خبر نداشته باشه. بله این شد که دیگه ادامه پیدا کردم، ما دوست شدیم و تا این مدت داشتش خبر نداشت. بعد دیگه خبر داشتن و خانواده ها خبر شدن و بعد هم رسید به سال 96. میانگین درآمدتون؟ میانگین بخوام بهتون بگم نمیتونم بگم، خیلی متغیره. ما شده ماهی 3-4 میلیون درآوردیم، شده ماهی 30-40 میلیون درآوردیم، شده بیشتر، شده یه ماهایی اصلا پول در نیاوردیم. ولی دروغ نگم بد نیست به نسبت الان شرایط اقتصادی که حالا کشور داره، بقیه مردم دارن، بد نیست. ما معمولیم. از من پرسیدن که رابطت با مادر شوهرت و خانواده شوهرت چجوریه؟
خیلی عادیه. عیبا. یعنی هیچ پایین و بالایی نداریم، خیلی چیز عادیه واقعا. بس در این توالت بسته بود. قبل از اینکه کرونا خیلی شدید بشه هفته یه بار حتما میرفتیم، الان که یه ذره شدید شده هفته دو بار میریم. و اینکه آره رابطمون خیلی عادیه. بذار در این توالت بین راهی بسته بمونه. نگو. به ادامه تحصیل فکر میکنید؟ من خیر، چون من اصلا تحصیلی هم که داشتم میکردم و رها کردم. منم رها کردم، ولی بعضی وقتا که بهش فکر میکنم سریع یه فکر دیگه میاد تو ذهنم که بشین سر جات بابا، فایده نداره. تحصیل تو دانشگاه مزخرف ایران. اینو نوشته که قد، وزن و تفریحات. یه ذره حوصله نداشته زیاد صحبت کنه. قد من 178 دوستان، نمیدونم به چه کارتون میاد. وزنم 823، یه مقدار اضافه وزن دارم. من قدم 164، وزنم هم 56. زمانی که مجرد بودم خیلی لاکچری تر بودم، اسکی میرفتم. بعد از مجردیتم، یعنی بعد عقدمونم ما میرفتیم، بعد تنیس میریم. تنیس حالا این ورزشه دیگه، ولی تفریحمونم هست. بعد دیگه تفریح همه تفریحی که شما هم میکنید، رستورانی، مهمونی، خیلی کمتر شده. چجوری رابطتون به ازدواج ختم شد؟ یعنی از اول ازدواجی بودین؟ من آره، من آدم دختربازی نبودم. یعنی یه دوست دختر پیدا میکنم تا تش استفاده میکنم 3-4 سال. راست میگه، خیلی ازدواجی بوده. یعنی هر کی از دوستاش تعریف میکنه میگه اه فلانی هم آره فلانی هم خواستی. حوصله‌اش رو نداشتم، حوصله دختر بازی و این کارا رو. من ولی ازدواجی نبودم چون سنم خیلی کم بود. ولی خب بعد از یه مدت فهمیدم که زندگی ما دوتا تبدیل شده به یک زندگی. احسنت. و اینکه داشت سخت پیش میرفت، از اینکه من باید اجازه میگرفتم برم پیش محمد، نمیتونستم زیاد پیش محمد باشم، نمیتونستیم زیاد همدیگر ببینیم، تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. هر کدومتون اگه بخواییم پارتنرتون رو تو 3 کلمه توصیف کنین چی میگین؟ من میگم زیبا، ممنونم، بانمک و هایپر پر انرژی های. مرسی. من قربان شما، سلامت باشی. من میگم با نمک، با مزه. اسکی نرو. خب خنده داری دیگه، میخوام بگم با مزه، خنده دار، با مزه، مسخره. بله واقعا خوش اخلاق و خوشتی. اگه یوتیوبر نمیشدی چی کاره میشدی؟ من قبل از اینکه بیام تو فضای مدیا، یعنی تصویر و اینا، پشتیبان بودم، پشتیبان اینترنت. کلا کارهای مربوط به تکنولوژی رو خیلی دوست دارم. این نایی که زنگ میزدید میگفتید که اینترنت اون قطع، هم میگفتم که مودمو خاموش روشن کنید، مرسی. فقط من قبل از اینکه اصلا با محمد کار کنم و اینا، توی مربی مهد کودک بودم. توی مربی مهد کودک بودی؟ توش چه خبره تو مربی؟ مربی پیش دانشگاهی، مربی پیش دبستانی 1 بودم و مطمئن بودم که توی این کار موفق میشم. چون کار مزخرف. نه واقعا من کار میشاشن رو سر و کله. نه پیشتابستانی 1 فدت چند اونا برای 1 ماه 2 ماهه و مطمئن بودم که به جای خوب میرسم. آه مثلا جای خوب مربی مهد کجاست؟ پیشتابستانی اصلی رو درس میدی و وقتی که میری جلوتر بهت اجازه میدن که بری راجبش تحصیل کنی و بری اول دبستان رو. اوه چه موفقیتی. عزیزم من دوست دارم. بله بریم سوال بعدی. راست میگه، خب دوست دارید. این که چه فیلم و سریالی رو دوست دارید؟ من ژانر نمیتونم تعیین کنم، ولی بهترین سریالی که دیدم تو عمرم های متیور مادر بوده، بریکینگ بد بوده، فیلمم شیندر لیست بوده. من فیلمو یادم نیست، ولی سریال آشنایی با مادر بوده. فرض کنید یه پسر دارید، یه دختر، اسمشون رو چی میذارید؟ دختر که ما گفتیم اگه روز دخترش اسمش رو پناه بذاریم، درسته؟ پناه؟ پسر رو فکر نکنید. پسر رو میذاریم خلیل، هیکلیشه بهش بگم پهلمون خلیل. زن محمد رو مختره یا سپیده؟ میدونی که وقتی که اون تیشرت رو من گرفتم دیگه به من نمیگن تنین، میگن زن محمد. قشنگم است. اشتباهی. والا جفتشون فکر میکنم به اندازه رو مخن. سپیده رو با مهیار بپرس، به چیزی که من دور میبینم به یه اندازه رو مخن. من فکر میکنم که جفتمون به یه اندازه. بله. البته که ما رو مخ نیستیم. نسبت به هم چقدر احساسی هستین؟ یعنی کی بیشتر احساساتیه؟ هنین بیشتر احساسیه. خب خانم‌ها بیشتر احساسی هستند دیگه، دخترها بیشتر. ولی محمد هم آدم احساساتیه. ولی خب الان چون به خاطر کار و درگیری و اینا زیاد نمیتونه بروز بده. من بروز نمیتونم بدم. هفته یه بار. ولی خب من درک میکنم و متوجه میشم. من هنوز تو فکر کردم چجوری میتونم بروز بدم. فوبیای چی دارید؟ از بینش بردید یا نتونستید؟ من فوبیای گاز سگ دارم.
سگای مثلا دوستامو بغل میکنم، ناز میکنم، سمتشون میرم، اوکی ام باهاشون، ولی همیشه ته دلم میترسه که این منو گاز بگیره دهنم سرویسه و میتونه دهنمو سرویس کنه. هیچ وقت این اتفاق نمیافته، ولی فوبیاست دیگه. و اینم بهتون بگم که نصف بیشتر دوستای صمیمی ما سگ دارن، به جز مهیار سپیده که مهیارم که خودش سگه. من فکر میکنم که همه بدونن که من فوبیای چی دارم دیگه. این سگ و گربه به هم میگین ناراحت نشید، سگ و گربه مخلوق خدا، مثلا به من بگید سگ، مهیارم ناراحت نمیشه، ما خیلی بهش میگیم سگ. من از جن و اینا میترسم و هیچ وقت فکر نمیکنم به تو همین موضوع. بسم الله بسم الله. سوال بعدیم که چرا بچه دار نمیشید؟ خب ببین، به نظر من نه شرایطشو داریم، نه شرایط کشورمون شرایطی از نظر اقتصادی، نه شرایط ما شرایطی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر من و محمد هنوز آدمایی نیستیم که بتونیم آره. یه انسان دیگه ایو تربیت کنیم. من هنوز دارم تعیین بزرگش میکنم. همه دنیا میدونن که مردا بچن، بچه. نه اشتباه میکنن. بیشتر خونه ای، بیشتر خونه کی میرید؟ زیاد میمونید. خونه مهیار و محسن الان ولی البته کم شده. آره دیگه به نسبت بقیه اونا بیشتر، به نسبت بقیه اونا خیلی بیشتر. چرا چطور؟ پرسپولیس یا استقلال؟ پرسپولیس. اخ اخ اخ، امروز یعنی روزی که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم پرسپولیس در دربی استقلال رو برد. این محسن هم استقلالیه دیگه، دهنش رو سرویس کردی. از همه یه گروه ها لفت داد، همه جا لفت و ناراحت شد، قهر کرد. واسه می جنب هست دیگه، واسه می جنبه. چه توصیه ای داری واسه موفق شدن تو ایران؟ من توصیه‌ام اینه که زبان انگلیسی بلد باشید، کامپیوتر بلد باشید و یک حرفه، یعنی توی یک کاری حرفه‌ای باشید. منم که نظرم مهم نیست. آره من پرسیده بودم اینکه مواقعی که هم نظر نیستید یا ممکنه دعوا هم داشته باشید چجوری باز خوب با هم کار میکنید، این زندگی قشنگو دارید؟ جلوی دوربین که هیچ وقت دعوا نمی‌کنیم بزنیم تو سر کله هم، همیشه جلوی دوربین زندگیمون قشنگه و شما قشنگی‌هاش رو می‌بینید و ما بدترین دعوا رو هم پشت دوربین کرده باشیم، قبل برنامه کرده باشیم، مجبوریم بیایم اینجا خوشو بش کنیم و لبخند بزنیم و اینا، ولی تو برنامه‌ها قشنگ معلوم میشه کدوم برنامه قبلش دعوا کردیم. بعضی از برنامه‌ها قبلش یه بحثی پیش میاد که محمد انرژی منو میگیره، یعنی مثلا اینجوری که بحث می‌کنیم و من همیشه بهش میگم که میگم که تو باعث میشی که من توی برنامه ها انرژیم بیاد پایین مثل قبل نباشم. یه چالش بذاریم، به نظرتون کدوم برنامه ها، یعنی اول برنامه رو ببینید متوجه میشید به نظرت کدوم برنامه ما قبلش دعوا کردیم، قشنگ از اول برنامه مشخصه. اگه دقت کنید الان که این موضوع رو فهمیدین برید دقت کنید متوجه میشید کی تو خونه از همه رئیس داره. کی؟ فکر کنم 50-50. نه من حس میکنم تو بگی اندازه برفهم ببین نمیشه بگی رئیس. هیچ وقت هیچ کدوم نتونستیم تحمیل کنیم. آره مثلا اینجوری بوده که با هم به یه نتیجه رسیدیم. پرستو گفته چی خوندین؟ من صنایع دستی خوندم توی هنرستان، دانشگاه مترجمی فرانسه خوندم ول کردم. من هنرستان سردار سازندگی گرافیک خوندم، پیش دانشگاهی کمال الملک هنر خوندم، دانشگاه هنر و معماری طراحی صنعتی خوندم، ول کردم. سوال بعدی میگه هنوزم محمد با داداشت رفیقن؟ بله هنوزم دوستیم با هم. برادر زنشه؟ بله دوستم، دوستیم هم فامیلیم دیگه. از 1 تا 10 بگید که چقدر اعتماد به نفس دارید. من 5. من 9.5. 9.5؟ تو رو خود شکست نفسی نکن، فده تو بشم. اگه 10 نباشه 9.5. خونتون کجاست؟ خونمون تهرانه، سمت شمال غرب تهران. نظرتون درباره امیر تتلو چیه؟ من آهنگاشو خیلی، از آهنگاشو خیلی دوست دارم. امیر تتلو به نظر من نخبه است، سعدی زمان است، ولی یه کارایی میکنه که به ما ربطی نداره. به نظر من راجعش صحبت نکنیم. موسیقیش که حرف نداره، خفنه، نخبه است. این که اصلا شما دعواتون هم میشه با هم اوهان سگ و گربه، یعنی من گربه تنید سگ. ببین مثلا بعضی وقتا اینجوریم که تا 1 هفته 10 روز اصلا با هم دعوا نمی کنیم و همه چی عادیه، ولی یهو میبینی اون رگه میگیره و 2-3 روز پشت سر هم یه دعوا میتونه ادامه دار باشه. و اینکه چرا فکر میکنید ما دعوا نمی کنیم؟ نمیشه سالاد شیرازی رو با آب غوره میخورین یا آب لیمو؟ آب لیمو. آب غوره هم میخوریم، نمیخوریم با آب غوره. شوربه آب لیمو. ولی واقعا سوال خوبی بود، مرسی. دغدغه ذهنی میلیون ها نفر برطرف شد. گربه ها رو چند خریدید؟ گربه ها رو ما 3 تاشون رو که نخریدیم، 2 تاشون بچه یکیشونن. 2 تاشون بچه طلا. بچه طلا. طلا رو ما
از روسیه آوردن حدود $1000 $1100 $1200 به خاطر نژادش. بله. بله. و بعد از اینم که طلا حامل شد، بچه‌ها به دنیا اومدن کوکی و دکمه. کوکی و دکمه. الان نزدیک 3000 خورده دلار گربه داریم. به غیر از یوتیوب کار دقیقتون چیه؟ ممنون. کار دقیقمون همین یوتیوب و اینستاگرامه. البته محمد بعضی وقتا آره من کارای یه چیزام میکنم، اجرا میرم، استیج میرم، قرعه کشی برندی باشه، معرفی، اجرا هم میکنم من. اجرا تموم شد تنی؟ و تمام. و تموم شد. بچه‌ها شما هم اگر سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب که اصلا دیگه نباید یادتون بره، اگه اون زنگوله رو نزنید که اون سابسکرایب به درد نمیخوره، چون ما برنامه میذاریم که براتون نوتیفیکیشن نمیاد. نوتیفیکیشن. مرسی که نوتیفیکیشن. من الان ساعت 4 نه؟ تو الان ساعت 4، من الان ساعت 5 و نیمه. ساعت 4 یا نه؟ ساعت 4 و 10 دقیقه صبح. من این کوشن باکس رو که براتون گذاشتم. جواب سوال. ممنونم که تو این ساعت انقدر سوال به من از من پرسیدی. سوالتو خیلی زیاد بود، گلچین کردی. آره واقعا نتونستم همه رو بذارم توی این عکسا، نتونستم همه رو بپرسم. سالا چیرازی خوب گلچین کردی با من. واقعا ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم. ما خیلی اینا رو البته توضیح دادیم تو 180 تا برنامه تقریبا توضیح دادیم، ولی شما مثل خانواده ما هستید، تا هر وقت ما بپرسید ما بهتون میگیم. چیزی برای مخفی کردن ندارن اعضای خانواده ما، حتی شما رو بیشتر از خانواده خودمونم میبینیم. بله دقیقا. هفته سه چهار رو شما رو میبینیم، برنامه داریم، کامنتاتون رو میخونیم، محبتاتون رو میبینیم، ولی خانواده خودمون رو شاید هفته یه بار دو هفته یه بار. اینجوریه که ما شما شدیم یه خانواده بزرگه. واقعا خیلی دوستتون داریم. 3 2 1 خدافظ.